امروز 14 اسفند ماه، روز درگذشت نامورترین مرد سیاسی ایران در سده 20. این رو که میگم با اعتقاد میگم، برای اینکه اولا در سال 1331 اونقدر این مرد محبوب بود، اونقدر معروف بود، اونقدر سخنانش در جهان شنونده داشت که مرد سال شد. یعنی مجله پرتیراژ تایم که کارش این بود در هر سال یکی از مردان جهان رو که در اون سال، در سال گذشته، خبرگزاری ها بیشتر نامش رو برده بودند و در بیشتر نوارهای خبرگزاری ها نام او بود، دکتر مصدق بود. این مرد بزرگ تاریخ ما در اردیبهشت 1275 خورشیدی در آشتیان زاده شد و برخی معتقدند که در 1273 بوده. به هر روی چندان تفاوتی نداره، اونطور که خودش نوشته و خط خودشه اینجور بوده. در 14 سالگی امین مالیه و جانشین پدرش میشه که امین مالیه بوده وقتی پدرش در میگذره، این 14 ساله بوده، طبق سنت اون موقع میشه امین مالیه. بعد انقلاب مشروطیت پیش میاد و چون از هواداران مشروطه بوده، مثلا سرشتش، تینتش مردمی بوده از آغاز، محمد علی شاه میخوادش، تهدیدش میکنه، میگه اگه بشنوم دیگه از این بازی ها میخوای در بیاری به عنوان مشروطه طلبی اینا، سرتو میبرم. اینم احساس خطر میکنه و راهی فرانسه میشه. مدت در فرانسه میمونه، درسش هم البته مشغول خوندن بوده، ولی به علت اینکه علاقه شدیدی به میهن داشته و به ملیت و به مردم و خانواده، از دوری کشور مریض میشه و پزشکان بهش میگن باید برگردی کشور خودت. برمیگرده ایران، هنوز یکی دو سال اینجا نمیمونه، باز دوباره حواس درس خوندن و تکمیل تحصیلاتش میکنه، برمیگرده به فرانسه، از اونجا فارغ التحصیل میشه، میاد به سوئیس. در نوفلشاتو سوئیس واحدهای گذرانده در فرانسه رو از دانشگاه فرانسه میخوان و وقتی براشون میفرستن، در اونجا هم یک سال و خورده‌ای درس میخواند و در سال 1913 یعنی 1292 فارغ التحصیل میشه در رشته دکترا و به ایران میاد. بعد از اینکه در ایران میاد و دکتراشو میگیره، تز دکتراشو در زمینه حقوق ارث، یعنی ارث در فقه شیعه بنویسه و او در تمام دوران زندگی با دیکتاتوری، با خودکامگی در ستیز بوده و به همین دلیل هر دیکتاتوری با او مخالف بوده، چشم ندید او رو داشته و با او می ستیزده. حتی یه دیکتاتور دیوانه‌ای مثل خمینی. در آغاز مبارزات ملی شدن نفت، من این قبلا بگم که بعد از رفتن رضا شاه، این در زمان رضا شاه مدتی زندانی بوده در بیرجند،
وقتی از بیرجند بر میگرده، یعنی بعد از رفتن رضا شاه بر میگرده و دوران دوم فعالیت سیاسیش رو آغاز میکنه. در دوران دوم فعالیت سیاسیش با نخستین بار در دوره 14 مجلس شورای ملی انتخاب میشه از تهران. در مجلس شورای ملی بر سر اعتبارنامه سید ضیاءالدین، خب سید ضیاءالدین همون کسی بود که به دستور انگلیسا عامل کودتای 1299 بود، در اونجا با سید ضیاءالدین در مجلس 14 درگیر میشه و مخالفت میکنه، میگه این اصلا در فلسطین بوده ولی از یزد انتخاب شده، بنابراین این قابل قبول نیست. اما مجلس به هر حال به اعتبارنامه سید ضیاءالدین رأی میده و سید ضیاءالدین در مجلس میمونه. همین سید ضیاءالدین که در اولین برخورد بعد از رفتن رضا شاه میان او و مصدق در سر اعتبارنامش درگیری ایجاد شد، ببینید مردان پخته تاریخ، مردان استخواندار به اصطلاح، در هر حال مردانگی خودشون رو دارن. این نام سید ضیاءالدین که اولین برخورد این دوتا با هم بوده در مجلس بر سر اعتبارنامه داشته باشید که مدت ها وقت مجلس رو گرفتن و سید ضیاءالدین صحبت کرد، این خلاف اون صحبت کرد، اون خلاف صحبت کرد، بالاخره مجلس تصویب به هر روی. بعد موضوع نفت رو بکشن وسط و این جبهه ملی رو تشکیل میده، در دربار تحسن اختیار میکنه، انتخابات دوره 15 با قدرت تمام، با سخنرانی های فراوان، با پشتیبانی که مردم ازش کردن باطل میکنه و این انتخابات تجدید میشه. به هر روی دولت های خارجی هم به خصوص انگلیس ها برای اینکه کار رو تکسره کنن، اول با گلشایان وزیر دارایی قبلی صحبت کرده بودن، قراردادی درست کردن که به نام قرارداد گسگلشایان معروف شد و این قرارداد گسگلشایان به هیچ وجه مورد توجه میهن پرستان و دکتر مصدق نبود. این بود که باز جنجال بر پا شد، دربار آقای سپه بود، ارتش بود گویا و شد، نمیدونم، رزمارا، حاج علی رزمارا رو به نخست وزیری برگزید. نخست رزمارا مرد بسیار پخته ای بود، مرد پرکاری بود، مرد جالبی بود، حتی شایع بوده، من در کتاب خودم به مناسبت 50 سال تاریخ با پانلیستا، یعنی 50 سال تاریخ کنونی ایران از 1327 تا 1377 نوشتم، با اینکه رزمارا مخالف مصدق بود ولی آدم پرکاری بود و ولی موج میهن پرستی و موج میهن دوستی و موج فعالیت های ملی چنان دامنه داشت و دوره گرفت که به هر حال رزمارا ترور شد. یه دوران کوتاهی حسین علا نخست وزیر شده که 2 و بعد مجلس دکتر مصدق رو به نمایندگی به نخست وزیری برگزید، اظهار تمایل مجلس شد. بعدم خب اون موج عظیمی که ملت ایجاد کرده بود، محمد رضا شاه که همیشه دست به عصا را میرفت و دو دل بود و در هر کاری میترسید اقدام قاطع بکنه، حکم نخست وزیری رو صادر کرد. مصدق با زرنگی و زیرکی تمام تنها برنامه دولت خودشو ملی کردن صنعت نفت گذاشت، برای اینکه اینا میخواستن مصدق نخست وزیر شه، توی گرداب دشواری ها چیز بشه، حل بشه و نتونه اون برنامه رو اجرا کنه، اینا هم بگن تو برنامه تو نتونستی اجرا کنی. این بود که فقط برنامه رو ملی کردن نفت گذاشت، کاری که بنا بود بکنه، و اصلاح قانون انتخابات که هر دوشو میخواست مردم رو حاکم بکنه. در هر حال
با همه جنجال ها، با همه تحریکات شبانه روزی مخالفان مصدق و تحریکی تا بازرگانان و غیره و غیره، به هر حال پشتیبانی مردم و بازاریان به اندازه‌ای بود که نتوانستن کاری بکنن. در همین هنگام انتخابات انگلستان انجام شد و چرچیل، یعنی حزب محافظه‌کار، برنده شد و چرچیل آمد بر سر کار. از این طرف هم ترومن که حمایت میکرد واقعا از مصدق، میدونست مرد ملیه و نمیخواست دیگه در خاورمیانه یک آدمی، یعنی دولتی چپاولگر نفت باشه، انتخابات امریکا که انجام شد حزب جمهوری خواه پیش برد و آقای جنرال آیزنهاور شد. چرچیل با او ارتباط برقرار کرد. به هر حال آیزنهاور رو از کمونیست‌ها ترسوند، گفت اگر مصدق باشه ایران کمونیست میشه، کار بسیار بیهوده‌ای که ما در جریان و در قله کوشش‌ها و امواج طوفانی اون زمان بودیم. اصلا چیزی که به فکر مردم نمی رسیدیم که حزب توده و کمونیست بیاد و به توان ملیون رو واپس بزنه. البته آزادی که مصدق داده بود خیلی عجیبه. بینندگان، در نخستین روزی که نخست وزیر شد، یک اعلامیه، یک دستور برای شهربانی صادر کرد. به شهربانی گفت شما از این به بعد حق ندارید کسی که روزنامه‌ای که آدمی که تشکیلاتی که به من نخست وزیر ناسزا میگه، فوش میده، بد میگه، هرگز حق ندارید توقیفش کنید. برای اینکه در هیچ جای قانون اساسی ننوشته ناسزا گفتن به نخست وزیر جرمه. البته ناسزا گفتن و اهانت به شاه در قانون اساسی جرم بود، اون رو به جای خودش، به من هرگی بد گفت کارش نداشته باشه. این آزادی رو داد به حزب توده که بدترین ناسزاها، پیر کفتار، پیر خرف، نوکر دستبسته آمریکا، نمیدونم شیخ، ببخشید، پیر مرد هفهفو، رخت خواب خواب، پتو خواب، از این حرف، ولی هیچ کس توقیف نمیکن. معتقد بود این ملت آزادی ندیده، زمانی که آزادی ببینه مسلماً رفتارهای خلاف معمول انجام میده، مسلماً کارهایی که میکنه بر اساس یک شیوه و عقل رسمی نیست. همینطور که الان هم من وحشت دارم اگر روزی این توفاله ها برن، با این فشاری که اینها بر سر مردم گذاشتن، روشن نیست اگر حکومتی بیاد بخواد آزادی بده چه بلوایی در ایران رو خواهد داد، چه کشت و کشتارهایی خواهد شد، چه خونها جاری خواهد شد. خدا کنه، خدا کنه که این توفاله ها به همین ترتیب حکومت‌های انتخاباتی و شورایی و مجلس شورای ملی و اینا اینجوری آرام آرام گورشون رو گم کنن تا ملت ایران به جان هم نیفتن. به هر روی، یک روز یکی از روزنامه‌های طرفدار دربار که بسیار ناراحت بودن که دکتر مصدق اختیارات شاه رو میخواد قانونی کنه، بگه این طبق قانون، شاه هر اختیاری رو طبق قانون نداشت، هر کاری رو نمیتونست بکنه. برادران و خواهران و نمیدونم خواهرزادگان اعلی حضرت حق برداشت از خزانه مملکت رو نداشتن. در ایران فقط شاه و شهبانو و بعد هم ولیعهد طبق قانون حقوق بگیر دولت ملت ایران بودن، بقیه بی خودی حقوق میگرفتن. جلوی اینا رو گرفت،
خب مسلمه اینها باش بد میشه، همون کاری که امیر کبیر کرد با مفتخورهای دربار ناصرالدین شاه و باش بد شدن، همون کاری که نسبت به تمام شاعران و سلبگیران و مفتخوران درباری کرد و کار رو به اونجا رسید که به وسیله مهدالیا امیر کبیر کشته شد. این هم همه کار کرد. منتها گفتم خب این موقع لابد به علت این که ارتباطات جهانی خیلی نزدیک شده و رسانه ها صاحب کارن و رادیو هست و تلویزیون هست و فلان هست، شاید اون کار رو جرأت نکنن انجام بدن، ولی کردن. به هر روی به یاری انگلستان در ایران کودتایی شد و انگلیس ها کار خودشون رو کردن، اما بدبختانه گناهش رو گردن امریکایی ها انداختن. امریکایی ها هم ساده دل که تا اون موقع باز اون زیرکی ها و مشمردگی های انگلیس ها رو نداشتن، خواه ناخواه خودشون رو جلو انداختن. شاه در نوشهر دو تا فرمان نخست وزیری و عزل نخست وزیری رو صادر کرد، فرمان عزل مصدق و فرمان نخست وزیری زاهدی. از اعلیحضرت باید پرسید در کجای قانون از زمانی که قانون مشروطیت گذاشتن تا اون روز شاه فرمان نخست وزیری صادر می‌کرده؟ همیشه مجلس صادر ابراز تمایل می‌کرد، گزارش داده می‌شد و شاه فقط به صورت معمولی به صورت رفتاری امضا می‌کرد. ولی اعلیحضرت مصدق رو عزل کرد. در عزل ننوشت چرا. آخه چرا؟ ببینید این چرا رو تا آخرم نگفته. از این بدتر اینیست که حکمی رو که مصدق گرفته بود برای عزلش، اینو در حمله به خانه مصدق له و پاره و پوره و گم و گورش کردن. چرا به خدمتتون میگم. اما فرمانی رو که برای آقای زاهدی صادر شده بود بعد پخش کردن، کپی کردن، چاپ شد. این فرمان رو نگاه کنید، فرمان نخست وزیری نشون میده که نخست شاه امضا کرده بعد بالا مطلبش رو پر کردن. به همین دلیل خطات دربار اون سه خط بالا رو درشت 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 بود نوشته، اون دو خط آخر رو هی جمع کرده جمع کرده جمع کرده و خط آخر ریز 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 نوشته تا به امضا برسه. پاسخی ندارم بدم که چرا اینجوره. اگر اول نوشته میشد بعد امضا میشد باید خطا همه جور باشه. حالا از این بدتر اینیست که در روزنامه آمد که بعدها روشن شد، بعدها اعلامیه داده شد که آقای شوارتزکوف، جنرال شوارتزکوف آمریکایی، آمده این دوتا فرمان رو از نوشهر آورده تحویل سرتیپ نصیری داده که اون موقع شاید سرهنگ بود، معاون گارد شاهنشاهی. آقای شوارتزکوف چی کاره بوده که اون موقع در شهر نوشهر شرف حضور داشتن با اعلیحضرت؟ چی کاره بوده؟ به هر روی نیمه شب کجای جهان فرمان عزل یک نخست وزیر رو نیمه شب یک شب با دو تا زره پوش و یک جیپ و مقداری سرباز و یک سرهنگ میبرن نخست وزیر رو از خواب بیدار میکنن و بهش تحویل میدن و رسید میگیره. اعلیحضرت دفتر مخصوص نداشت. اعلیحضرت گارد مخصوص ارسال نامه نداشت، وزارت دربار نداشت. این چه شیوه ابلاغ حکمه؟ خیلی خوب باز هم میگیم که ندید میگیریم و نشنیده.
بامداد روز بعد که مصدق خواست اعلام کنه که چنین کاری شده و کودتا صورت گرفته، اعلیحضرت گریختن. چرا؟ ما داریم، سنت های پارلمانی داریم. وقتی شاه کشور ایران میخواد از ایران بره، باید اولا شورای سلطنت تشکیل بده، بعد نخست وزیر را آگاه کنه. چطور نوه اسفند که میخواست بره، نخست وزیر رو خواست، گفت من میخوام برم، که نمیخواست بره، میخواست شلوغ کنن. ولی در 28 مرداد بدون این که بگه، بدون این که نخست وزیر رو بگه، نخست وزیر رو عزلش کرده بود. اون یکی هم خونه کاشانی قایم شده بود، بعدش هم رفت سفارت آمریکا قایم شد، آقای زاهدی. این کشور به هم ریخته رو گذاشت، اعلیحضرت رفت. چرا؟ برخی از حقوقدانان، کتابچه‌هاشو من دارم، مطلب رو نوشتن، اعلان کردن که اعلیحضرت از همون زمان با دست خودش رو عزل کرد. برای که این قانونی نبوده. باری جنجال شد و دیگه بقیهش خودتون میدونید. هزاران مدرک و سند داریم که حسین رمضان یخی، شعبان جعفری، نمیدونم طیب حاج رضایی، اکبر گلگلی، اکبر تک تک، غیره 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 غیره، و زنان روسپی ناحیه ده تهران آمدند و ریختن و جنجال و هیاهو به پا شد. و بعد که به سرکار خانم اشتای پهلوی که اون موقع خارج از ایران بود اطلاع دادند، اشتای گفت من اینا سرم نمیشه، خانه مصدق رو بر سرش خراب کن. عجب چه دشمنی اینا با این مرد داشتن. به هر روی این بسیار بسیار فشرده، کوتاه، حتی ناقص، من میدونم، ولی این کسانی که میان جعل تاریخ میکنن، خدمتشون میگم، خوشبختانه یا بدبختانه من به عنوان شاهد زنده از اون زمان موندم. بنده در 28 مرداد هم در میدان خیابان کاخ بودم، هم در میدان بهارستان بودم، هم در میدان توپخانه. همینطور کارمون این بود، با دوچرخه برابر می‌رفتیم. نگران بودیم. سه سال شب و روز ما شب و روز نخوابیدیم برای اینکه این سرمایه ملی رو نگه داریم. و بعد وقتی انگلیس ها رو مصدق از ایران خارج کرد، وقتی خلعیت شد از حکومت، شرکت نفت، در اون موقع نفت رو تحریم کرد انگلستان. آرام آرام آرام، آخه نفت چیزی نبود بشه تحریمش کنن. مثل الان نبود که همه جای دنیا نفت کشف شده باشه، که این بود که آرام آرام مشتری اومد. اول ایتالیا اومد که کشتی نفت، کشتی که از ایران نفت خریده بودن، در کانال سوئز که دست انگلیس ها بود توقیف کرد. بعد ژاپن اومد، بعد دوباره آجیب بینراریا اومد. همینطوری داشتن مشتری ها می اومدن، ناگهان اون رو توقیف کردن و کودتا کردن. برای که دیدن خب داره میرسه. بینندگان ارجمند، تاریخ بخونید، تاریخ بخونید. برای اینکه اگر تاریخ میخوندیم، از انقلاب مشروطیت تا امروز 5 بار ما بلند شدیم برای اینکه حق خودمون رو بگیریم، تو سرمون زدن، گول خوردیم، افتادیم. 5 بار. 1، همون انقلاب مشروطیت، کلا سرمون رفت. 2، کودتای 1299 که انگلیس ها کردن بر شرکت نفت. نفت رو دوباره
که چیزی ازش نمونده بود بیش از 20 سال، باطل کردن دوباره 60 سال در 1931، 60 سال تمدید کرد. که حالا بعضی ها شیده میگن بابا نفت داشت ملی تموم شده بود، نزدیک بود در سال 54 تموم بیشه، اومدن دوباره از نو به عنوان ملی شدن تا سال 94 دادن. آقا برید بخونید این حرف بی خود نزنید. نفت در 1931 زمان رضا شاه قرارداد دوباره نفت امضا شد. اون چه که تا اون روز گذشته بود ندید گرفتن، از اون روز دوباره 60 سال شد، یعنی تا 1991. مردم نه آقا داشت تموم میشد. بدبختی ما نیست که تاریخ نمیخونه. بر روی یک، انقلاب مشروطیت کلاسن. دو، در کودتای 1292 که سید ضیاءالدین اصلا کودتا کرد اون رو روشن بود، بعدش هم رفت زیر حمایت خود انگلیس ها در فلسطین دیگه، اون موقع فلسطین مستعمره انگلیس بود. سه، شهریور 20 باز حمله متفقی، باز حمله روس و انگلیس بود به ایران و سپس آمریکا اومدن به ایران، بازم اونجا کلا تمام سرمایه ما، راه آهن ما، همه چیز ما مستعمل و فرسوده و ایناش. چهار، در مسئله ملی شدن نفت باز کلا سرمون. پنج، در 28 مرداد. شش، در 22 بهمن. همه جا سر این ملت کلاه رفت، برای اینکه آگاه سیاسی و تاریخی نبود. همیهنان آگاه باشید و نگذارید کلا سرتون بره و جز خواندن تاریخ راه دیگری ندارید. اولا تاریخ بخوانید، بعد به اونهایی که میدانید بهشون معتقدید که اینها آدمهای میهن پرستی هستن و تاریخ رو هم میدونن، دست کم سخنان اونها رو گوش بدید، نه هرچی میشنوید بگید آه اون درسته.